بشی، تینگل بشی، کلی صداهای تحریک کننده، مرمور کننده، قلقلکی و آرامش بخش داریم. حالا قراره که چیکار کنیم؟ قراره که من یه سری از محصولات پوست و مو، البته بیشتر پوست، که اخیراً خودم دارم استفاده میکنم و بهت بگم، به نشون بدم. یه کمی حالت تریگر، حالت تپینگ داریم روی اونا، زمزمه یه خیلی کلیکی کلیکی ویسپر کلیکی ویسپر ویسپر. دقیقا موقعی که من میام ویدیو رو شروع میکنم سر صدا شروع میشه، اما اشکالی نداره. میخوام که این ویدیو خیلی خودمونی باشه و خیلی نمیخوام ادیتش کنم، برای همین دیگه. اوکی، خب داشتم میگفتم قراره که این زمزمه خیلی نزدیک به میکروفون باشه، حالت کلیکی و جوسی، اگر این اجازه بدن. البته شروع میکنیم با ابروهام. من ابروهامو خیلی موقع ریمل ابروی خالی میزنم، ولی بعضی موقع هم ژل ابرو میزنم. بچه بیشتر محصولات من برند های ترکیه. خب من چون ترکیه بودم، خودم تحقیق میکردم برند های خیلی اوکی ترکیه رو که خیلی ریت بالایی داشت و تهیه میکردم و بعد استفاده میکردم. و خب چند تا از چیزایی که خب راضی بودم و الان میخوام تو این ویدیو نشون بدم. حالا ممکنه دسترسیش سخت باشه برای کسایی که ایرانن، ولی خب دیگه حالا گفتم تو این ویدیو محصولاتی که خودم استفاده کردم و دارم میکنم و بهتون نشون بدم، بیشتر جنبه در واقع ریلکسینگ داره این ویدیو تا جنبه تبلیغ و در واقع جنبه معرفی و تبلیغ نداره، جنبه ریلکسینگ 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 ریلکسینگ. اوکی، این ژل ابروی خیلی 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 خوش بود، یه دونه از این میذارمش
مایعات زیادی استفاده نمی کنم. اگر که میکاپم خیلی سنگی نباشه با همین فومای ساده، این فوم نیوا که خب تو خیلی از ویدیو هم دیدین، این محصولاتی که الان میخوام نشون بدم و واقعا ازش راضیم، دیگه آخرشه، خیلی خوبه. قشنگ یک مقدار از این فومو میریزم توی دستم اینطوری، حالا یکم بیشتر از این و بعد اینطوری قشنگ صورتم رو میزنم به کل صورتم، به پیشونی، به بینی، کل صورتم رو فومی میکنم، یک کوچولو ماساژ میدم اینطوری، یک کوچولو ماساژ میدم روی صورتم قشنگ که تمام میکاپم پاک بشه، ماساژ میدم، ماساژ، و بعدش صورتم رو خوب آب کشی میکنم. اینجا الان آب ندارم که بشورم ولی اوکیه، جلو دستم چسب ننگی شد، چسب ننگی okay. ولی قبل از این فوم اگر که میکاپم زیاد باشه قبلش میسلار میزنم. من از میسلار گارنی استفاده میکنم، این مدلش قبلا بنفششو داشتم، خیلی ازش راضی بودم، الانم این لیمویشه به نظرم اوکی، البته که قبلیه بهتر بود بنفشه، ولی از اینم راضیم، نه خوبه. اینم برای کلم، برای میکاپه، هم برای صورت، هم چشم.
رسانی میکنه پوست و هایلورونیک اسید داره. برند شیلاب که معمولا اینو وقتی که از تموم میام سرم رو استفاده میکنم که قشنگ صورتم تمیزه، یا وقتی که صورتم رو شستم ازش استفاده میکنم، که اتفاقا امروزم که حموم رفتم و صورتم رو شستم استفاده نکردم، الان میخوام بزنم. کلاژن اینم داشتم، سرم کلاژنش، اونم خیلی خوب بود. سرم کلاژن رو کلن خیلی من دوست دارم و همچنین سرم زیر چشم اینم دارم که الان نیاوردمش، ولی برای زیر چشمم هم از همین برند استفاده میکنم. یه مقداری سرم زیر چشم و بالای چشمم میزنم. این سرم طلایه که کوچولو برات بزنم که ببینی، اینطوری کوچولو، اینجا کوچولو، این کوچولو قسمت پیشونی. شنگ روی صورت هم ماساژ میدم. سرم خیلی نیازی نداره که خیلی بخوای ماساژ خاصی بدی، همینطوری با دستم اوکیه، جذب میشه، جذبش سریع تره تا کرم. اینطوری قشنگ میزنم به پوستم. موقعی که سرم میزنی خیلی خوبه که اینطوری ماساژ بدی، صورت حالت ماساژ بدی، همینجوری حالت تپینگ 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 روی پوست. اینم از این که از سرمایی که استفاده میکنم، سرم رتینول که برند مختلفی هستش توی بازار. من این برندشو دارم، سولاریس رتینول. رتینول هم برای سن 25 سال به بالا، اوکیه، 25C که برای در واقع اینم هایلورونیک اسید داره، رتینول 1%. من چون تازه دارم استفاده میکنم 1% دارم استفاده میکنم. از درصدهای پایین باید شروع کرد. رتینول هم برای کاهش چین و چروک و جلوگیری در واقع از چین و چروک و پیری. این محصولات پوستی رو باید تو سنهای پایین استفاده کرد که وقتی به سنهای خیلی بالا میرسیم اثرش رو ببینیم. از این هم یه کوچولو به اندازه یه قطره میزنم به هر طرف، یه قطره اینجا، یه قطره اینجا، یه قطره هم روی پیشونی، یه کوچولو هم اینجا. خیلی نباید زیاد استفاده کرد، قبلش میشه از مرطوب کننده استفاده کرد اگر که پوستتون خشکه. من قبلش یک کوچولو از اون نیاسینامید میزنم و بعد این رتینول. اگه اشتباه نکنم استفاده این دوتا با هم مشکلی نداره. بازم من متخصص پوست نیستم، من همینجوری تجربیات خودم رو دارم میگم، مال محصولاتی که خودم دارم استفاده میکنم. این ویدیو اصلا جنبه یه آموزشی و تبلیغات و معرفی و اینا نداره، چون که درخواستتون بالا بود واسه محصولات حالا پوستی و مو اینا، گفتم حالا این ویدیو رو درست کنم. امیدوارم که به دردت بخوره و ریلکس بشی. ریلکس. اینم که جدیدن استفاده میکنم برای رطوبت رسانی صورتم، خیلی حس خوبیه. چیزایی که من واقعا عاشقشم آلوویراه. ژل آلوورا هم برای مو خوبه، هم برای پوست خوبه، که الان جدیدن اینو گرفتم. این ژل آلوورا که قشنگ میزنم به روی قشنگ میزنم روی دستم، روی پوستم.
ماسک مو، کاندیشنر، ولی خیلی مهمه کاندیشنر، حتی از شامپو مهمتره واقعا، مخصوصا اگر که موهاتون آسیب دیده است، رنگ و دکلر است، حتما استفاده کنین. من از این برند استفاده میکنم، کازمت، اگه اشتباه نکنم تلفظشو، از این کاندیشنر که ازش واقعا راضیم. این که پرسیده بودین به موهام چی میزنم، کاندیشنر، من همینو میزنم. در حال حاضر ماسک موی خاصی استفاده نمی کنم. شامپو هم که دیگه برندهای مختلف، الان چند تا برندو دارم تست میکنم، هم برای یه ذره ریزش، هم برای اینکه حالا واقعا ببینم چطوریه روی موهام. اگر که راضی بودم اونو با سی ویدیوهای بعدی معرفی میکنم. در حال حاضر که همین کل محصولاتی که من بیشتر استفاده میکنم، ولی یه سری برند ها هست، یه سری چیز ها هستش که همیشگی نیست، ولی چیزایی که استفاده یه روزمره هست فعلا همین هست. امیدوارم که به دردت خورده باشه. حالا اگه بخوام چند تا محصولاتی که واقعا استفاده کردن ازشون خیلی مهمه رو بگم، یکی مرطوب کننده، هم به بوست صورت، هم بوست گردن، هم ضد آفتاب. ضد آفتاب واقعا مهمه. بعد کاندیشنر برای موها، اگر موهای آسیب دیده دارین حتما روغن ترابی، حالا هم روغن مختلفی هست، هم شلال و برا خوبه، کلا روغن ترابی خیلی خوبه. اگرم که سنتون خیلی پایین نیستش، استفاده کردن از سرم را من خیلی به نظرم موثره. حالا کسی که باز تخصص این کارو دارن بهتر میدونن، ولی تجربه ثابت کرده که اینطوری بوده. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه، برات مفید بوده باشه و حسابی ریلکس ریلکس شده باشی. اگر دوست داشتی حتما لایکش کن، با دوستات به اشتراک بذار و حتما نظرتو توی کامنت بازم بنویس. تا یه ویدیو یه سماره دیگه.